بعضی مواقع مشاهده شده که رو بعضی دستگاه ها ادیت و ترشولد میزن. خب تو دستگاه مغناطیسی مثل پالسی، وی ال اف تی آر، بی اف او آی بی، اینا همشون میتونه ادیت ترشولد وجود داشته باشه، ولی ادیتش بنا بر شرایط مغناطیسه و ترشولدش ترشولد صدا یا آدیو ترشولده یا ترشولد سونده، یعنی مال صداست، ارتباطی به سطح و حجم نداره. بعضی اومدن به عنوان دستگاه آنتنی یا فرکانسی اینا رو گوشتن. این درست نیست که بیاید یک کلمه یک نوشته رو بذارید و خواهید از این نوشته ها بهره ببرید تا اینکه دستگاهتون رو بفروشید یا بخواید مشتری رو گمراه کنید. ببینید ادیت باید ترکیب ساختاری تفکیک آهن، پلاتین، آلومینیوم، نیکل، کروم، پولتپ ها یعنی منابع و فلزات و غیر فلزی هایی که خودشون شبیه طلا میتونن نشون بدن، طلا، برنز، مس، روی، برنج، نقره، سیلیس، کوارتز، حفره ها، زمین های سفت و سخت رو با ادیت مجزا تفکیک کنه. اونایی که میان میگن دستگاه ما ادیت داره آزاده یا مثلا میاد فقط آهن و طلا و نقره و حفره و جواهر رو میگیره، اون دستگاه فانکشن جنراتوره، فرکانسی نیست. اون دستگاه تسلاست، فرکانسی نیست. اونا هم که میان میگن ترشولد کارش اینه که توانایی سیستم رو در عمق بالا ببره و اگه ادیت هم داشته باشه، این ترشولد در اصل ترشولد سطح و حجم نیست. ترشولدی مربوط به دستگاه های مغناطیسی، مربوط به دستگاه های راداری نمیشه. پس اینو باید اونایی که بخواد بدونن ادیت چیه و ترشولد چی کار میکنه و چه ارتباطی داره باهاش آشنا بشن تا در موقع انتخاب اشتباهی پیش نیاد.